آتش کشیدن مجتمع کارگاه‌های آزمایشگاهی و آموزشگاهی سپاه پاسداران در رباط کریم تهران وابسته به قرارگاه ضد خاتم الانبیا و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در شهریار و چناران. پاسخ فرزندان ایران به قتل وحشیانه یک سوختبر 19 ساله بلوچ بر اثر تیراندازی مزدوران سرکوبگر خامنه‌ای در سراوان. تهران، رباط کریم. به آتش کشیدن مجتمع کارگاه‌های آزمایشگاهی و آموزشگاهی سپاه پاسداران وابسته به قرارگاه ضد خاتم الانبیا. کانون شورشی 380، شنبه دوم اسفند 99. شهریار. با آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی و خامنه‌ای. کانون شورشی 400، شنبه دوم اسفند 99. چناران. به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی. کانون شورشی 168، شنبه دوم اسفند 99. سراوان. تیراندازی مزدوران سرکوبگر خامنه‌ای و قتل وحشیانه یک سوخبر 19 ساله بلوچ در 27 بهمن 99. محمد سنجری که تنها 19 سال داشت و برای تأمین معاش خانواده تنها یک گالون 60 لیتری سوخت در خودرو خود داشت،
با اصابت 7 گلوله مزدوران جنایتکار خامنه ای به قتل رسید. پدر این جوان نیز در سال 1387 توسط ماموران رژیم به قتل رسیده بود. پیکر محمد سنجری در گروگان نیروی انتظامی است تا خانواده او پول گلوله های قتل او را بدهند و شکایت خود را پس بگیرند. کشف سلاح‌های جنگی در دهلوران. سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان ایلام از کشف 10 قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکوف در دهلوران خبر داد و گفت پلیس استان با تلاش شبانه روزی خود سعی خواهد کرد محیط استان را برای مخلان نظم ناامن کند. افشاگری تکان دهنده وکیل زهرا اسماعیلی درباره انتقام جویی ضد انسانی و غیر قابل تصور مزدوران اطلاعات از زنی که متهم به قتل شوهر فاسدش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت اطلاعات بود که قصد هتک حرمت دختر نوجوانش را داشت. این زن زندانی پس از مشاهده اعدام 16 نفر در روز چهارشنبه 29 بهمن در زندان گوهردشت کرج سکته کرد و درگذشت، اما دشقیمان باز هم او را به دار آویختند. قضایی جلادان در روز چهارشنبه 29 بهمن اعلام کرد که در زندان گوهردشت کرج 7 زندانی از جمله 1 زن را اعدام کرده است. اکنون وکیل زهرا اسماعیلی، زن 42 ساله‌ای که از سال 97 به اتهام قتل شوهرش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت اطلاعات در زندان بود، فاش کرده است که موکلش زهرا اسماعیلی در روز اعدام چهارشنبه 29 بهمن پس از مشاهده اعدام 16 نفر دچار ایست قلبی شده و فوت کرده بود، اما جسد بیجان او را به دار آویختند. او نفر 17 بود. وکیل نوشته است امروز گواهی فوت زهرا اسماعیلی را دیدم. علت فوت را ایست قلبی نوشته، چون دیروز 16 نفر مرد را قبل از زهرا و جلوی چشمانش دار زدند. زهرا قبل از اینکه پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این وجود جسد بی جانش را دار زدند. به نظر می رسد دشقیمان اطلاعات برای خانوادگی نشان دادن این کینتوزی حیوانی در پوشش خانواده، مادر مقتول را جلو انداختند تا او 4 پایه اعدام را از زیر پای زن دست بسته کنار بزند. وکیل زن فوت شده که دشقیمان او را دوباره به دار آویختند در این باره نوشته است مادر علیرضا زمانی شخصاً زیر 4 پایه زد تا حتی برای چند لحظه جنازه عروسش را بالای دار ببیند. وکیل خاطر نشان کرده است که شب را تا صبح پشت در زندان بوده و تعداد اعدامی ها 16 مرد و 1 زن بود، اما در خبرها به اشتباه تعداد اعدام شدگان را 7 نفر ذکر کردند. زهرا اسماعیلی به اتهام قتل شوهر فاسدش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت بدنام اطلاعات به اعدام محکوم شده بود که قصد هتک حرمت به دختر نوجوانش را هم داشته است. وکیل زهرا اسماعیلی قبل از اعدام وی نوشته بود پرونده این قتل گویا فساد اخلاقی شدید مقتول بود که به دست دخترش با شلیک گلوله به ناحیه سر کشته شد. اما زهرا اسماعیلی به عنوان مادر این دختر قتل را به گردن گرفت تا دخترش را از زندان نجات دهد. فرجام خواهی زهرا در دیوان عالی کشور رد شد و درخواست اعاده دادرسی او به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با بی‌توجهی تمام مورد رسیدگی قرار نگرفته است. چنانکه در عکس زیر نشان داده می شود، مزدور کیفر یافته اطلاعاتی، سرباز گمنام امام زمان علیرضا زمانی، فرزند سردار شهید پاسدار حاج محمد رضا زمانی معرفی شده است.
زلزله سی سخت در سرمای زمستان و شرایط طاقت فرسای هموطنان زلزله زده در حاکمیت پلید آخوندی. پس از گذشت 3 روز از زلزله سی سخت که باعث تخریب 60% تا 100% بیش از 3000 خانه تنها در شهر سی سخت شده، رسانه های حکومتی از آن می کنند با وجود تخریب 80% منازل مسکونی، توجه چندانی از سوی رسانه ها و مسئولان به شهروندان این شهرستان نشد. در همین حال مدیر کل بحران استانداری کوکیلویه و بوی رحمت گفته است کمتر خانه ای در سی سخت وجود دارد که از زلزله آسیب ندیده باشد. رژیم آخوندی مدعی توزیع 5000 چادر در این منطقه است، اما مردم میگویند چادرها در بین عوامل رژیم توزیع شده و به آنها چیزی نرسیده است. آقا این وضعیت زندگی ماه از تو به ما گفتم برین استانداری، برین دم فرمانداری، رفتیم دم فرمانداری، گفتن آقا هلال احمر داره از سالن توزیع کنه، رفتیم سر صف از بیت تا فلکی الله صفی، گفتن آقا بیت تا توزیع کنی، نصف مردم توزیع کردن، همش غریبه بی، همش غیربونی بی، نه مدیریتی بی، نه هیچ نهی. ببرسیم زندگی مردم سیزا کنی بینو چطوره، از دوست ایسی یه نفر نومه سآل کنی بینو اصلا شما به قول معروف چادر دارید، چه دارید، سرپوش دارید، غذا دارید، نوبایل همش تعدید داست تا الان هنه من نیاره اصلا. الان نیاز اساسی تو چه نمو شما؟ نیاز اصلا هم یه چادری که حداقل سرپوش اصلا غذا هم میخیم، هیچ میخیم، هم یه سرپوشی بود که زمسه دوش زمسه مون ماشین خودیه. این وضعیت در شرایطی است که خبری از وضعیت مردم در سرمای زیر صفر زمستان در این منطقه سردسیری که 78 روستای آن بنا به گزارش‌های اولیه با تخریب گسترده روبرو بودند منتشر نمی‌شود. همونجوری هم که می‌بینید دیگه کلاً زندگیشون زیر آوار مونده. با این وضعیت واقعاً شرایط سختی دارن. اینجا یکی از 1000 تا خونه که در شهر سی سخت به این وضع افتاده. بعد 11:30 شب شهر سی سخت، اینا مردم زلزله زده شهر سی سخت که همه به این شکل بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش توی سرمای منفی 5000 سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند. خانم مریم رجوی به دنبال وقوع زلزله در سی سخت ضمن همدردی صمیمانه با هموطنان دردمند زلزله زده، جوانان یاسوج و کوهگیلویه و بوی رحمت را به کمک به زلزله زدگان فراخواند و تأکید کرد این تنها دستان پرتوان شماست که می تواند بر دردهای مردم در این شرایط دشوار مرهم بگذارد. اعتراض مردم زلزله زده سی سخت در حین سخنرانی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که برای بگیر و ببند و خفه کردن صدای مردم به یاسوج سفر کرده، در حین سخنرانی و دجالبازی برای خامنه‌ای در سی سخت با اعتراض مردم مواجه شد و تلویزیون رژیم نیز نتوانست صحنه را کاملا سانسور کند. در یه جاهای جایگزین انشاءالله ساکن میشه. قطعاً اونی که آسیب دیده مثل هم دیگه نیست. ولی اونی که واقعاً قابل سکونت نیست از نظر کارشناسی طبیعتاً باید یه جای جایگزینی براش پیدا بشه. حالا اگر اجازه بدید آقایون، چون آقای استاندار هم هستن، ببینید اصل خاص شما و این که باید مشکل شما رفع بشه این قطعی است. امروز نگرانی همه مسئولین و در رأس هممون رهبری معظم انقلاب قوضه الله تعالی رفع مشکل سریع شما خواهد بود.
رئیسی جلاد در بازدید از زندان مرکزی یاسوج هشدار داد به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد امنیت جامعه خدشه‌دار شود و با کسانی که مخل امنیت باشند قطعاً برخورد می‌کنیم. قزوین، اعتراض مردم شهرک اندیشه علیه غارتگری رژیم به بهانه پروانه ساخت خانه. کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه، ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف سه، دادگاه آنتور، شخصیت‌های بین المللی و شاکیان خصوصی و یاران شورشگر، 3000 نقطه در 40 کشور جهان. قسمت نهم، سخنرانی های میشل آلیوماری وزیر ارشد دولت فرانسه تا سال 2011 کریستوف دفریس نماینده پارلمان فدرال آلمان سوزان منگه نماینده مجلس ایالت نیدرزاکسن آلمان ریموند فولکو رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک سرهنگ وسلی مارتین از فرماندهان حفاظت اشرف افسر ارشد ضد تروریسم در نیروهای ائتلاف در عراق میشل آلیوماری وزیر ارشد دولت فرانسه تا سال 2011 شجاعت، عزم و پشتکار مریم رجوی را می ستایم و از تعهد بی‌نقص و بی‌تردیدش در مسیر ارزش‌هایی که همه ما در آنها اشتراک داریم قدردانی می کنم. پس از سالها سخن گفتن از حمایت رژیم ایران از تروریسم در خاورمیانه با محاکمه در بلژیک ما در حقیقت به یک مرحله بالاتر رسیده ایم. متهم عضوی از سفارت رژیم ایران است و از طریق او و همدستانش این رژیم ایران است که در معرض اتهام تروریستی قرار دارد. کریستوف دفریس نماینده مجلس فدرال آلمان: سفارتخانه های رژیم ایران مرکز جاسوسی و تروریسم هستند. غیر قابل تأمل است که سلول های خفته و ماموران بیشتری هنوز در آلمان و اروپا حضور دارند و روزمره با اتکا به حقوق دریافتی از سرویس مخفی رژیم ایران کارشان را انجام می‌دهند. سوزان منگه، نماینده مجلس ایالت نیدرزاکسن آلمان: این محاکمه و حکم دادگاه پیام روشنی به رژیم ایران است که بداند حمله به دموکراسی و قانون بدون مجازات نخواهد ماند. ریموند فولکو رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک: زمان آن است که وزیر خارجه رژیم ایران ظریف را که از اسدی دفاع کرد و همچنین روحانی و خامنه ای را پاسخگو بدانیم و اقدامات عملی برای نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران اتخاذ کنیم. سرهنگ وسلی مارتین از فرماندهان حفاظت اشرف افسر ارشد ضد تروریسم در نیروهای ائتلاف در عراق. اسدی و سه همدستش به جرم ارتکاب تروریسم محکوم شدند. خامنه ای و روحانی هم به طور غیر مستقیم محاکمه می شدند چرا که دستور این کشتار شکست خورده را داده بودند. خطاب به خواهران و برادرانم در اشرف سه: هنگامی که آماده رفتن به ایران شدید، من هم آماده رفتن در کنار شما هستم.
ما در اشرف در کنار هم بودیم. باید تا تهران هم با هم باشیم. پخش در ادامه اخبار. سوم اسفند، سال روز درگذشت آهنگساز و استاد برجسته موسیقی آندرانیک آساتوریان، هنرمند بزرگ میهن و عضو شورای ملی مقاومت. مسعود رجوی، 4 اسفند 93. آن دو جاودان فروغ هنر و مقاومت مردم ایران، پدر هنر و موسیقی جدید ایران، آموزگار وفا و شرف، اشرفی مجاهد آندرانیک آساتوریان به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد. پخش در پایان اخبار. گزارش ویژه رویترز همزمان با سفر گروسی مدیر کل آژانس به ایران. آژانس بین المللی انرژی اتمی رد اورانیوم را در 2 سایتی که رژیم ایران دستیابی با آنها را ممنوع کرده بود پیدا کرده است. دیپلمات‌های مستقر در وین. رژیم ایران ماه‌ها بر سر راه بازدید از این سایت‌ها سنگ اندازی می‌کرد. رویترز. پیدا شدن رد اورانیوم در 2 سایت رژیم ایران تلاش‌های آمریکا برای احیای دیپلماسی اتمی را پیچیده‌تر می‌کند. جیمز کلورلی، وزیر مشاور دولت انگلستان: غرب نباید موارد نقض برجام توسط رژیم ایران را نادیده بگیرد. آنها هستند که باید تبعیت کنند. درخواست رسمی 4 تن از نمایندگان کنگره آمریکا برای تحقیق در مورد تخلفات اتمی رژیم ایران و فراخوان به اتخاذ یک استراتژی روشن توسط دولت بایدن برای مقابله با این رژیم. تام کول، نماینده کنگره آمریکا: مذاکره با رژیم ایران که بزرگترین رژیم حامی تروریسم در جهان است، یک اشتباه عظیم و خطرناک خواهد بود. آخوندشکام امام جمعه خامنه‌ای در شیراز: آقای بایدن حساب کار خودش را بکند، نه اینکه 4 تا شعار بدهد بعد هی بخواهد از ما آوانس بگیرد. آخوند اکبرینیا، امام جمعه رژیم در جیرو: امروز برجام به فتنه تبدیل شده است. آخوند هاشمی‌زاده، امام جمعه خامنه‌ای در فیروزآباد: جو بایدن معلوم نیست نسبت به برجام چه تصمیمی بگیرد. باید دید با سیاست‌های رنگارنگ آمریکا و اروپا ما شاهد چه بحران‌هایی در منطقه و جهان خواهیم بود. آخوند عاملی، امام جمعه رژیم در اردبیل: وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی همچنان با پایبندی به توافق فاصله دارد. آمار جانگوداز قربانیان کرونا در 480 شهر از 218600 تن گذشت. فیض آخوند روحانی از افشای پنهانکاری مجرمانه رژیم: دروغ و دوگانه‌گویی و اعتراف ضمنی با عبارت بعضی شبهه داشتند که نزدیک انتخابات است، این را بگوییم یا نگوییم. ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده
در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به اینکه به مردم اعلام بشه به اینکه این ویروس وارد شده و افرادی مبتلا شدند. البته بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد حکومتی کرونا: کانون‌های ویروس انگلیسی در اهواز، قزوین و تهران و البرز هستند. جان بابایی، معاون وزیر بهداشت رژیم: روند ابتلا به کرونا در خوزستان سریع است. میزان بستری‌ها نسبت به 3-4 هفته پیش 5-6 برابر شده است. ابوالنژادیان، سخنگوی ستاد حکومتی کرونا در خوزستان: سرعت انتشار ویروس جهش یافته در خوزستان 50-70% بالاتر از ویروس ووهان چین بوده و کشندگی آن حدوداً 50% بالاتر است. شیوع گونه های جهش یافته کرونا، تشدید محدودیت ها و کارزار جهانی واکسیناسیون: آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آفریقا از 100,000 نفر گذشت و دومین موج کرونا در این قاره بیمارستان‌ها و سیستم‌های بهداشتی کشورها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرد صحبت از هر نوع کاهش محدودیت‌های کرونایی بسیار زود هنگام است. در آلبانی طبق آمار رسمی شمار جانباختگان کرونا افزایش داشت و طی 24 ساعت 19 تن شامل یک پزشک به شمار قربانیان افزوده شدند. داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم. پخش امشب ساعت 23 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. فاجعه کرونا در ایران: آمار جانگداز قربانیان در 480 شهر از 218,600 نفر بیشتر است. روحانی: از اولین روزی که متوجه ورود ویروس شدیم بلافاصله به مردم گفتیم. اینکه به خاطر انتخابات واقعیت را به مردم نگفته و آمارهای غیر واقعی ارائه کرده ایم کاملا دروغ و تهمت محض است. رئیس نظام پزشکی: نبود شفافیت نشانگر ضعف مدیریت و اخلاق حرفه‌ای است. کرونا از دی وارد شد اما رسماً اسفند اعلام شد. وزارت بهداشت رژیم: هفته گذشته بیشترین بستری در مازندران و خوزستان و بیشترین مرگ در مازندران و گیلان بوده است. رئیسی: در تهران و البرز به نظر می رسد آرامش قبل از طوفان باشد و کاملا برای این استانها نگران هستیم. جان بابایی: بستری ها در خوزستان نسبت به 3-4 هفته قبل 5-6 برابر شده و بیش از 150 تخت ICU اضافه کردیم. دانشگاه علوم پزشکی اهواز: تخت های ICU بیمارستان های اهواز 100% تکمیل شده و ممکن است بیمارستان ها جوابگو نباشند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز شنبه دوم اسفند ماه 1399 اعلام کرد
آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 480 شهر از 218600 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 8108 نفر، در اصفهان به 14060 نفر، در تهران به 52201 نفر، در چهار محال بختیاری به 1760 نفر، در خراسان جنوبی به 2116 نفر، در خراسان شمالی به 3363 نفر، در خوزستان به 11080 نفر، در زنجان به 2380 نفر، در سیستان و بلوچستان به 5206 نفر، در کوکیلویه و بویرحمت به 1644 نفر، در گیلان به 7801 نفر و در مازندران به 9217 نفر رسیده است. یک سال پس از شیوع کرونا و حدود 220,000 قربانی، آخوند روحانی بار دیگر به دروغگویی پرداخت و گفت از اولین روزی که متوجه ورود ویروس شدیم بلافاصله آن را به مردم اعلام کردیم. شبهه‌های ایجاد شده مبنی بر این که دولت به خاطر برگزاری انتخابات واقعیت را به مردم نگفته و آمارهای غیر واقعی در این زمینه ارائه می شود کاملا دروغ و تهمت محض است. این در حالی است که سه روز قبل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت نبود شفافیت نشانگر ضعف مدیریت و اخلاق حرفه‌ای است. کرونا از دی سال گذشته وارد کشور شده بود، اما اعلام رسمی آن از اسفند بود. لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت در هفته گذشته تعداد بستری و مرگ‌ومیر نسبت به هفته ماقبل روند افزایشی داشت. بیشترین میزان بستری هفته گذشته در مازندران و خوزستان و بیشترین موارد مرگ‌ومیر در مازندران و گیلان گزارش شده است. رئیسی سخنگوی ستاد کرونا از وضعیت همه‌گیری در تمامی استان‌ها به خصوص خوزستان ابراز نگرانی کرد و وضعیت در این استان را بسیار خطرناک توصیف نمود و گفت در چند روز آینده در این استان با کمبود تخت بستری روبرو خواهیم شد. ویروس انگلیسی در کشور چرخش پیدا کرده است و باید بسیار نگران و مراقب باشیم. در تهران و البرز به نظر می رسد آرامش قبل از طوفان باشد. اگر غفلت کنیم این ویروس در کل کشور وضعیت را بحرانی می کند. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت به نظر می رسد موج سوم در تهران شکل گرفته و با توجه به اینکه تهران کماکان یکی از اپیسنترهای اپیدمیولوژیک مهم این بیماری است، نیازمند این هست که دخالت‌های جدی‌تر در سطح شهر و استان تهران اعمال بشه. در خوزستان جان بابایی معاون وزیر بهداشت در مورد شیوع ویروس کرونا در خوزستان گفت روند ابتلا در استان سریع است. میزان بستری‌ها نسبت به 3-4 هفته قبل تقریبا 5-6 برابر شده، اما ما تا الان نزدیک به حدود بیش از 150 تخت ICU در استان اضافه کرده ایم. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تکمیل ظرفیت ICU در اهواز خبر داد و ضمن نام بردن از 7 بیمارستان که در حال ارائه خدمت به مبتلایان به کرونا هستند گفت ممکن است بیمارستان ها جوابگو نباشند. یک کودک 1 ساله و یک کودک 9 ساله در استان خوزستان به دلیل ابتلا به کرونا انگلیسی جانشان را از دست دادند. در فارس سرپرست درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت اکنون بیش از 60% از شهرستان‌های فارس در وضعیت زرد و خطر متوسط قرار دارند. برخی مناطق استان به سمت نارنجی سوق پیدا کردند و این روند افزایشی است و احساس می‌شود از وضعیت خطر متوسط به سمت خطر شدید پیش برود. در لرستان معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت کرونا انگلیسی پشت دروازه‌های لرستان قرار دارد. طی روزهای اخیر شاهد افزایش مبتلایان و جانباختگان به کرونا هستیم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 2 اسفند 1399. غیظ آخوند روحانی از افشای پنهانکاری مجرمانه رژیم.
دروغ و دوگانه‌گویی و اعتراف ضمنی با عبارت بعضی شبهه داشتند که نزدیک انتخابات است، این را بگوییم یا نگوییم. ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه به این که این ویروس وارد شده و افرادی مبتلا شدند. البته بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره. من در این جهت اون ضد انقلاب خارج نشین ها که شبهه میکنن به اینکه دولت واقعیت رو به مردم نگفت، دیر گفت، به خاطر انتخابات اعلام نکرد، این یک تهمت محض و یک دروغ 100%. ما از همون لحظه‌ای که ما توجه شدیم به مردم اعلام کردیم. من روزهای اول فروردین در همین ستاد گفتم ما باید این ویروس رو به صورت یک بلیه یک ساله مشاهده کنیم. بعضی از دوستان به من گفتن که چرا شما گفتی یک ساله؟ این که یک سال طول نمی‌کشه که، این تابستون میشه. یکی دوتا از پزشکان به من گفتن این تابستون میشه، تو گرما تمام میشه. الان هم که یک سال گذشته، نه این ویروس تمام نشده، تازه مواجه شدیم با ویروس جهش یافته، حالا نوع آفریقایی، نوع انگلیسی، همه انواعی که الان ذکر میشه و گفته میشه و معلوم هم نیست کی بشر از این ویروس خلاص میشه، چند ماه دیگر، چند سال دیگه، هیچ که نمیدونه. لحظه هیچ موردی از بیماری کرونا جدید در کشور گزارش نداریم. در رابطه با ویروس کرونا جدید ما خوشبختانه هیچ موردی تا این لحظه در کشور گزارش نداشتیم. ما در ایران و قم هنوز هیچ موردی از کرونا نداشتیم. خدا رو شکر چند موردی هم که مشهود بود آزمایشاشون منفی بود. لذا کرونا در ایران و قم هنوز آمار منفی هست و اینو با افتخار میتونیم عرض بکنیم. ما هیچ موردی فعلا در ایران نداریم. تا الان ما موردی نداشتیم. مورد مثبت قطعی نداریم در استان که گزارش شده باشه. هیچ مورد کرونا ویروس در هیچ کدام از مراکز درمانی ما، چه سرپایی چه بستری، ما نداشتیم. نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور. هیچ نقطه ای از استان ما تا کنونش علائمی از این ویروس دیده نشده. دو موردی که در یزد داریم تا این لحظه مطلقاً کرونا ویروس نیست. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تاکنون هیچ فردی در کشور به کرونا مبتلا نشده است. تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده. ما هیچ مورد ابتلایی در کشور تا این لحظه نداشتیم. فضای فارس بیشتر به فضای شایع آلوده شده تا خود ویروس. خوشبختانه تا به امروز ما در سطح استان فارس هیچ موردی از ابتلا به کرونا ویروس نداریم. وجود بیماری کرونا ویروس و مشاهدهش در استان مورد وجود نداره و قویا تکسیم میشه. تا کنون هیچ موردی از این بیماری در کشور مشاهده نشده است. هیچ یک از موارد مشکوکی که به هر حال در کشور شناسایی و انجام شده بودن تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم نتایج آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به کرونا ویروس نداشتن. ما ساکن تهرانیم، پنجشنبه جمعه میایم قم. شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا، شاید حالا چند نفر گرفته باشم تو بیمارستان بوده باشم. این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده. من فکر میکنم نه، مردم با این ویروس رو کوچک بپنداریم ولی بزرگ هم نکنیم. جان بابایی، معاون وزیر بهداشت رژیم: روند ابتلا به کرونا در خوزستان سریع است. میزان بستری ها نسبت به 3-4 هفته پیش 5-6 برابر شده است. ابوالنژادیان، سخنگوی ستاد حکومتی کرونا در خوزستان: سرعت انتشار ویروس جهش یافته در خوزستان
50-70% بالاتر از ویروس ووهان چین بوده و کشندگی آن حدوداً 50% بالاتر است. تازه ترین اخبار در خصوص پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا. روند ابتلا در استان سریع هست. میزان بستریامون نسبت به 3-4 هفته قبل تقریبا 5 تا 6 برابر شده. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش تعداد بستری های بیماران کرونایی گفت. حدودا 3-4 روز پیش به ما اطلاع دادن که این نمونه جهش یافته انگلیسی هست که در استان ما الان به عنوان سوش غالب هست. سرعت انتشار این نوع جدید 50-70% بالاتر از سوشی هست که در ووهان چین بوده و کشندگیش هم در واقع حدوداً 50% بالاتر هست. دوره کمان این بیماری کوتاه‌تر هست، یعنی تعداد افرادی که بستری میکنه در یک بازه زمانی کوتاه‌تری بیشتره. به خاطر همینم بازوی بالا رونده این موج اخیرمون خیلی در واقع شیب تندتری داره. کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه، ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف سه، دادگاه آنتور، شخصیت‌های بین المللی و شاکیان خصوصی و یاران شورشگر، 3000 نقطه در 40 کشور جهان. قسمت نهم، سخنرانی های میشل آلیوماری وزیر ارشد دولت فرانسه تا سال 2011 کریستوف دفریس نماینده پارلمان فدرال آلمان، سوزان منگه نماینده مجلس ایالت نیدرزاکسن آلمان، ریموند فولکو رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک، سرهنگ وسلی مارتین از فرماندهان حفاظت اشرف، افسر ارشد ضد تروریسم در نیروهای ائتلاف در عراق. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous saluer et saluer tout particulièrement que Mariam Rajavi en la remerciant de son invitation à participer à ce débat. Je voudrais lui dire que depuis de nombreuses années où nous le connaissons, j'admire très sincèrement son courage d'abord, sa détermination, sa résilience, son engagement que sans faille et sans hésitation au service de valeurs que finalement nous partageons, et c'est ce qui nous rapproche, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté individuelle, les valeurs du respect du droit des femmes, les valeurs de la laïcité aussi. Alors je pense que dans ces temps troublés, l'essentiel, c'est peut-être justement d'essayer de contribuer à apaiser les situations, de garantir des zones qui soient des zones de stabilité dans le monde. Et de ce point de vue, l'Iran pourrait être un facteur important, je dirais même un facteur essentiel de stabilisation de la zone du Moyen-Orient et pourrait aussi contribuer à la paix. Parce que l'Iran, c'est un pays avec une longue histoire, avec une culture très riche, avec un positionnement géographique qui peut lui permettre d'agir, avec aussi des hommes et des femmes qui ont un haut niveau d'éducation, avec des chercheurs, avec des universitaires, avec des ingénieurs qui sont de très haut niveau. C'est un peu dans la vocation de l'Iran, dans la vocation traditionnelle de l'Iran, que d'être un élément de stabilité.
Malheureusement, quand nous regardons depuis quelques années ce qui se passe, nous apercevons que du fait de l'attitude du gouvernement iranien, eh bien, l'Iran, au contraire, est un facteur de tension et un facteur d'instabilité. Nous voyons bien, avec tout le problème nucléaire dont j'ai souvent parlé, le risque de dissémination nucléaire est un risque pour toute la planète. L'Iran semblait l'avoir compris avec des accords internationaux et nous voyons aujourd'hui que le gouvernement, dans une sorte de surenchère ou de chantage pour obtenir ceci ou cela des États-Unis ou autres, est en train de violer la parole qui avait été donnée dans les conventions internationales en relançant de nouveau un programme qui vise à enrichir l'uranium et avec au loin la menace effectivement d'une arme nucléaire. Ceci est extrêmement dangereux et je le dis. Et je pense qu'il faut lutter contre cela, parce que, certes, techniquement, l'Iran peut sans doute se procurer l'arme nucléaire. Et puis après, et politiquement, qu'est-ce qui va se passer? D'autres pays autour, parce qu'ils auront peur, vont eux-mêmes se doter de l'arme nucléaire. Et ceci contribuera aussi à déstabiliser un peu plus l'ensemble du monde. Alors nous avons, nous le voyons avec cette pandémie, bien d'autres choses à faire. Et puis il y a aussi le problème du terrorisme. On dit depuis des années que le gouvernement iranien soutient un certain nombre de groupes terroristes, notamment dans la région du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, avec le procès qui se déroule en Belgique, à Anvers, nous sommes sur une étape supplémentaire. Nous voyons dans le box des accusés quelqu'un qui est un membre de l'ambassade d'Iran en Autriche, qui est un conseiller. Et à travers lui, et les complices qui peuvent être là, c'est finalement symboliquement l'État iranien lui-même qui se trouve dans ce box des accusés pour une action terroriste qui a failli être menée, faire de très nombreuses victimes à Villepinte, à Paris, il y a maintenant trois ans, un peu moins de trois ans. Et c'est finalement d'extrême justesse. Et grâce à une coopération exemplaire des services de renseignement belges, allemands et français, que l'on a pu éviter une catastrophe où il y aurait eu de très nombreuses victimes. Alors, je dis, cela suffit. Cela suffit. Les relations internationales, ça ne peut pas être cela. Les relations internationales, elles ne peuvent pas se baser sur le chantage, elles ne peuvent pas se baser sur le terrorisme. Soyons clairs. Ce n'est pas à des pays étrangers de venir s'ingérer dans les affaires de l'Iran. C'est au peuple iranien lui-même de décider qui il veut pour le diriger. Mais je pense que dans ces temps où nous voyons que la Covid devrait mobiliser l'ensemble des forces, l'ensemble des bonnes volontés, l'ensemble des compétences, eh bien, il est temps qu'on arrête avec ces actions terroristes. Il est temps de changer tout cela. C'est ce que le monde attend. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à nos responsabilités. Mit großem Interesse, aber auch großer Sorge habe ich den Prozess des iranischen Diplomaten Nasrallah Asadi in Antwerpen verfolgt. Es gab auch hier eingehende Medienberichte im deutschen Fernsehen. Er und seine drei Komplizen wollten einen Terroranschlag auf eine Veranstaltung der iranischen Opposition in Frankreich verüben. Sie wissen das. Klar ist aber auch, ich verurteile diesen geplanten Anschlag auf das Allerschärfste. Und ich bin entsetzt darüber persönlich, wie weit vernetzt der iranische Staatsterrorismus in Deutschland, in Europa und in der gesamten Welt reicht. Und wie sehr das iranische Regime den diplomatischen Privilegien ausnutzt, um Gewalt gegen iranische Dissidenten und Oppositionelle auch im Ausland auszuüben. Ich selber
kennen ja auch den Einflussbereich des iranischen Regimes, nämlich das Islamische Zentrum in Hamburg, das IZH, zu dessen Reisezielen auch übrigens die Reisen von Herrn Assadi gehörten, dem Terroragenten. Und das macht für mich auch die Gefahr des Staatsterrorismus noch einmal sichtbarer. Dieser Gerichtsprozess und das Urteil ist ein großer Sieg für die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Und es ist wichtig, dass sich das Gericht nicht hat beeindrucken lassen von den Drohungen aus Teheran, die ausgestoßen worden sind. Es ist hier ein wichtiges Urteil vollstreckt worden, ein klares Zeichen, dass Europa Terrorismus in keiner Form duldet. Aber die Frage ist natürlich auch, wie geht es jetzt politisch weiter, damit sich solche Ereignisse nicht noch einmal wiederholen. Der iranische Staatsterrorismus, auch über Hisbollah und andere, hat ja eine lange Tradition und er ist weit verzweigt in der Welt. Ich bin der Meinung, Europa muss seinen Umgang mit dem iranischen Regime überdenken, auch was seine diplomatischen Kontakte anbelangt. Die iranischen Botschaften sind Zentren für Spionage und Terrorismus und allein der Gedanke daran ist unerträglich, dass immer noch Schläferzellen und andere Agenten in Deutschland und Europa tätig sind und Tag für Tag hier agieren und das auf der Gehaltsliste des iranischen Geheimdienstes. Und dem Iran muss klar gemacht werden, wir akzeptieren diesen Staatsterrorismus nicht mehr und ihr müsst euren Kurs ändern, damit Iran wieder ein gleichberechtigtes Mitglied in der Völkergemeinschaft werden kann. Ich hoffe, dass dieser Prozess und das Urteil, was folgen wird, ein klares Signal in die internationale Gemeinschaft sendet, vor allen Dingen an den Iran, dass es wichtig ist, Menschen zu bestrafen, die einen Anschlag auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verüben. Und zweitens muss es ein Signal sein, dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen, wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefährdet sind bzw. mit Füßen getreten werden. I was personally present and part of the Canadian delegation in the Free Iran rally of the National Council of Resistance of Iran in June 30th, 2018 in Villepinte near Paris. As such, the news of such a plot was shocking. Like many others, I could have been the victim of this plot too. But first, I want to congratulate the NCRI for its insistence on the nature of the Iranian regime. I also want to congratulate the excellent coordination between various European law enforcement agencies who thwarted a potential bloodbath in the heart of Europe and who collaborated to bring to justice the main perpetrators of this bombing plot. But as many have indicated, and during the prosecution, it became clear this was not an isolated terrorist operation. It exposes the Iranian embassy's operations under the cover of diplomatic immunity. This is not the first time the Iranian regime has been implicated in terrorist acts, but it is the first time that an official diplomat has been caught red-handed delivering a bomb to his accomplices. It is high time to hold accountable Iran's foreign minister Zarif, who defended Assadi, as well as Rouhani and Khamenei, and take the practical steps of designating the Revolutionary Guards, the IRGC, and the Ministry of Intelligence, the MOIS, as terrorist entities. I am also a firm believer in Madame Mojave's 10-point plan, which includes the separation of religion and state.
It is the key to peace and the fight against terrorism in all its forms. I thank you. Mrs. Rajavi, members of the National Council of Resistance of Iran, all guests and dignitaries, and especially my fellow soldiers for democracy, who we serve so closely together at Camp Ashraf, thank you for allowing me to join you today. All events with the NCRI and the MEK bring together people throughout the world to show support for an Iran that one day will achieve the four freedoms stated by President Franklin Roosevelt, the freedoms of speech, of worship, from want, and from fear. The failed 2018 attack was as much against those freedoms as it was against the participants at the rally outside Paris. This attempted attack once again emphasized Iran's ruling extremist fear of the NCRI and its affiliate organization, the Mojahideen Ecole. In turn, the number of international dignitaries attending this event confirms the global respect held by both organizations. For decades, the Iranian government has avoided judicial accountability as the number one state sponsor of international terrorism. This has ended today. Iran's Supreme Leader Khamenei and President Rouhani were desperate. Citizens within Iran commenced in December 2017 the riots, and are still ongoing inside the country. Still, Khamenei's two biggest threats to power continue to be the Paris-based NCRI and the MEK in Albania. Whenever the Ayatollah's power is threatened by internal overthrow, the regime resorts to two measures. The first is brutal oppression of the Iranian citizens inside the country, including imprisonment and mass execution. The second is committing a terrorist attack against Iran's perceived enemies. Attacking the rally in Paris was a bold plan. What Khamenei, Rouhani, and Assadi failed to take into account was European law enforcement efficiency. The detection of the explosive device by Belgian police immediately activated the criminal justice agencies throughout the continent. German police apprehended Assadi during his automobile flight as he was approaching the Austrian border. We should give special recognition to the law enforcement agencies, the front line of against terrorism in Europe. Now the day of justice has come for Assadi and his three accomplices. The verdicts are terrorism and attempted murder. Also indirectly on trial was Khamenei and Rouhani for ordering the failed mass slaughter. This verdict is a blow to their influence inside and outside Iran. Unfortunately, their day of justice will have to be delayed until the eventual but certain collapse of the Iranian government. The question becomes, why national governments around the world currently in power still have so much reluctance to stop coddling the government of Iran and recognize the way to move forward is to work with the opposition. Neither the NCRI, the MEK, are about power in Iran. They're about democracy in Iran. Both have become cultural, political, and ideological threats to the Islamic fundamentalists. The founding philosophies were both organizations, equality between those in power and those not, between men and women, and among the various religions and races. Clergy should not have total control over interpretation of the Quran, and clerics should not have total control over their congregations. These philosophies are in direct contradiction to the teachings of the Iranian fundamentalists. The people of Iran want change rather than to continue attempt appeasement with the dysfunctional governments. Leaders of the international community will better serve their nations and global peace by working with the two organizations determined to bring democracy and stability to Iran and the Middle East. Those two organizations are the NCRI and the MEK.
To my brothers and sisters at Ashraf 3, when you're going, you're ready to go to Iran, I'm ready to go with you. We were together at Ashraf. Let's go together into Tehran. Thank you. خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، خبرگزاری رویترز در یک گزارش ویژه اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد اورانیوم را در دو سایتی که رژیم ایران دستیابی به آنها را منع کرده بود پیدا کرده است. دیپلمات‌های مستقر در وین گفتند دیدبان اتمی سازمان ملل در بازرسی‌هایی که انجام داده ذراتی از اورانیوم را در دو سایت بعد از ماه‌ها سنگ اندازی رژیم ایران پیدا کرده است. آژانس آماده می‌شود تا رژیم تهران را به خاطر کوتاهی در اعلام این اقدام مورد اعتراض قرار دهد. این امر احتمالاً تلاش‌های آمریکا را برای احیای دیپلماسی اتمی پیچیده‌تر می‌کند. 7 دیپلمات به رویترز گفتند که آژانس از این فرصت استفاده خواهد کرد تا رژیم ایران را به واسطه اینکه نتوانسته به طور قانع کننده ای چگونگی سردرآوردن ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده را توضیح دهد مورد اعتراض قرار خواهد داد. این شماتت می تواند یا در گزارش 3 ماهه و یا در گزارش جداگانه ای باشد که در همان روز منتشر خواهد شد. 4 دیپلمات که کارهای آژانس را از نزدیک دنبال می کنند نیز به رویترز گفتند ماده یافت شده در این نمونه ها اورانیوم است. اینکه مشخص شده است این ماده اورانیوم است، کار رژیم ایران را برای توضیح دادن موضوع مشکل می سازد. چرا که اورانیوم غنی شده می تواند در هسته بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد. ایران موظف است حساب تمام اورانیومی که دارد را پس بدهد تا آژانس بتواند تایید کند که هیچ جزئی از این اورانیوم به سمت برنامه تسلیحاتی منحرف نشده است. رویترز خاطرنشان کرده است 5 دیپلمات گفتند که بعد از اینکه آژانس یافته‌هایش را مقابل رژیم ایران قرار داده و توضیح خواسته است، رژیم ایران پاسخ‌های غیر قابل قبولی الهی کرد. 2 نفر از این دیپلمات‌ها گفتند که رژیم ایران به آژانس گفته است که این آثار در نتیجه آلودگی توسط تجهیزات رادیواکتیو است که از یک سایت دیگر به آنجا منتقل شده است. اما آژانس انرژی هسته‌ای این موضوع را چک کرد و ذرات موجود در این سایت ها با یکدیگر مطابقت نداشتند. 1 دیپلمات که نسبت به تبادلات بین آژانس و رژیم ایران توجیه شده بود ولی جزئیات یافته ها را در اختیار نداشت گفت رژیم ایران پاسخ های غیر محتمل ارائه کرده است. او واکنش های رژیم ایران را تاکتیک های همیشگی برای عقب انداختن موضوعات توصیف کرد. آژانس گفته است مظنون است که یکی از سایت ها به عنوان محل کار تبدیل اورانیوم 1 گام در آماده کردن ماده قبل از مرحله غنی‌سازی و سایت دیگر برای آزمایش انفجار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. جیمز کلورلی وزیر مشاور دولت انگلستان در امور خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد رژیم ایران باید به تبعیت از توافق اتمی بازگردد و غرب نبایستی علامت بدهد که حاضر است موارد نقض توافق توسط رژیم ایران را نادیده بگیرد. ما نباید به رژیم ایران این علامت را بدهیم که می‌خواهیم عدم تبعیت آن را فراموش کنیم یا چشممان را بر آنها ببندیم. آنها هستند که شرایط برجام را نقض کردند. آنها هستند که باید کاری در این رابطه بکنند و آنها هستند که بایستی تبعیت کنند. NBC روز 2 اسفند گزارش داد 1 مقام فعلی دولت آمریکا و 1 دیپلمات بلندپایه سابق و 1 کارشناس منطقه‌ای گفتند حمله موشکی روز دوشنبه در اربیل تمامی علائم شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران از جمله تاکتیک‌ها، تسلیحات و خبررسانی آنلاینی را با خود دارد و شبیه حملات قبلی علیه اهداف آمریکایی در عراق است. داگلاس سیلیمن، سفیر سابق آمریکا در عراق در سال‌های 2016 تا 2019 می‌گوید من هیچ شکی ندارم که چه کسی پشت این حمله بوده. آنها شبه نظامیان عراقی مورد حمایت رژیم ایران هستند. او گفت این 1 حمله طراحی شده جدی
با استفاده از تجارب شبه نظامیان است که توسط رژیم ایران آموزش دیدند و به احتمال قریب به یقین با استفاده از تسلیحات تأمین شده توسط رژیم ایران حمله را انجام دادند. داگلاس سلیمان و دیگر کارشناسان گفتند گروه اولیای دم که مسئولیت این حمله را پذیرفته فقط یک گروه پوششی برای شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران است. مایکل نایتس، مشاور سابق ارتش آمریکا در امور امنیتی نیز گفت تنها 23 دقیقه بعد از حملات موشکی اربیل اولین تصاویر حمله توسط سایت آنلاینی سابرین متعلق به گروه شبه نظامی اصائب منتشر شد. برایان استیل نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد من و نمایندگان کنگره جو ویلسون، دن کرنشا و پال گوسار مصرانه از کمیته خارجی مجلس نمایندگان خواستیم در مورد برنامه اتمی رژیم ایران تحقیق کند و اطمینان یابد که آمریکا دارای یک استراتژی روشن برای مقابله با این رژیم است. واشنگتن فری بیکر نوشت قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه خواستار تحقیق در مورد تخلفات اتمی رژیم ایران هستند. یک گروه از قانونگذاران جمهوری‌خواه در حال تهیه دادخواستی به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسات استماع در مورد برنامه اتمی رژیم ایران هستند. تام کول از اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا در یک پیام توییتری نسبت به مذاکره با رژیم آخوندی هشدار داد. وی تاکید کرد طرح بایدن برای شروع مجدد گفتگوها با رژیم ایران که اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است می تواند یک اشتباه عظیم و خطرناک باشد. جمعه بازارهای خامنه ای شاهد سرخوردگی نمایندگان وی از سرمایه گذاری های رژیم روی دولت جدید آمریکا بود. آخوند هاشمی زاده امام جمعه خامنه ای در فیروزآباد گفت جو بایدن با حضورش در کاخ سفید معلوم نیست نسبت به برجام چه تصمیمی بگیرد و در واقع هنوز سیاست درستی اتخاذ نکرده. باید دید با سیاست‌های رنگارنگ آمریکا و اروپا ما شاهد چه بحران‌هایی در منطقه و جهان خواهیم بود. آخوند عاملی امام جمعه رژیم در اردبیل گفت وزیر خارجه آلمان اظهار داشت نظام ما با کاهش تعهد به برجام با آتش بازی می‌کند. بدتر از آن وزیر خارجه آمریکا که می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان با پایبندی به توافق فاصله دارد و توانایی‌های هسته‌ای این کشور در حال حرکت به سمت و سوی غلط است. آخوند اکبرینیا امام جمعه رژیم در جیرفت امروز گفت امروز برجام به فتنه تبدیل شده است. آمریکا و اروپایی‌ها می‌گویند که جمهوری اسلامی باید به برجام برگردد و خامنه‌ای گفت که باید عمل را ببینیم و راستی آزمایی کنیم. اگر مسئولی خلاف حرف خامنه‌ای حرفی بزند، منافق است. آخوند دشگام امام جمعه خامنه‌ای در شیراز نیز گفت اگر آمریکا و همراهانش در اروپا نخواهند حق ما را بدهند، ما حق خودمون را محکم خواهیم گرفت. بنابراین بایستی آقای بایدن هم حساب کار خودش را بکند و اگر می خواهد مثلا تغییری که ادعای حزب اینها بود در چند سال پیش بدهد، خودشون تغییر بکنن، نه اینکه ظاهرش را بخوان یه چهار تا شعار بدن بعد بخوان از ما بی خودی و بناحق آوانس بگیرن. چنین چیزی دیگه تمام شده است. بینندگان عزیز، به خبری که همکنون به دست ما رسید توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات عراقی گزارش داد پایگاه نظامی بلد در شمال مورد حمله 3 موشک قرار گرفته است. پایگاه نظامی بلد محل اقامت پیمانکارهای آمریکایی در عراق است. به گفته رویترز در این حمله یک پیمانکار عراقی مجروح شده است. رویترز با اشاره به حمله مشابه 28 بهمن ماه به فرودگاه اربیل افزود طی هفته گذشته این دومین باری است که پایگاه محل اقامت نیروهای آمریکایی مورد اصابت موشک قرار می‌گیرد. گروه‌هایی که بعضی مقامات عراقی معتقدند توسط رژیم ایران حمایت می‌شوند، در گذشته مسئولیت چنین عملیات‌هایی را به عهده گرفتند. ادامه خبرها. پاسدار حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان درباره خوشحالی ظریف از صرف نظر کردن آمریکا از فعالسازی مکانیزم ماشه نوشت آنچه سوال برانگیز است
بی‌دقتی ظریف است که توییت کرده و نوشته آمریکا اذعان کرد که ادعاهای پومپئو درباره قطعنامه 2231 هیچ اعتبار قانونی ندارد. ما هم موافق هستیم. و اما جواد ظریف باید توجه می‌کرد که درخواست پومپئو از شورای امنیت سازمان ملل رسماً از سوی این شورا رد شده است. بنابراین آنچه ریچارد میلز به عنوان امتیاز مطرح می‌کند وجود خارجی ندارد. روزنامه سپاه پاسداران نوشت اینکه مانند رسانه‌های غرب حرکت بایدن در بازپسگیری درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه را غیر منتظره و نشانه تغییر سیاست برجام آمریکا بدانیم و درخواست اروپا برای ورود آمریکا به مذاکره و پذیرش آن از سوی بلینکن را یک گام رو به جلو ارزیابی کنیم، همان سناریویی است که غرب آغاز و برنامه سفر فرسایشی ظریف و رفقا به سواحل رودخانه‌های برن و ژنو را برای جلسات بی سرانجام و بی اقدام برنامه ریزی کرده است. روزنامه سپاه پاسداران افزود نظام باید بر سیاست قطعی اعلامی خود بایستد و هیچ اقدام تشویقی نباید ما را در برنامه خروج از پروتکل الحاقی سست کند. آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه رژیم گفت سیاست آمریکا در قبال برجام تغییری نکرده و فقط لحن آنها و روش آنها تغییر کرده است. اروپا به تازگی به سمت آمریکا لغزیده که در راستای مسیر اجماع سازی بایدن است. ابو طالبی مشاور سابق آخوند روحانی نیز گفت آمریکا درباره برجام با ایجاد 3+1 میان 5+1 شکاف انداخت و به زودی و مجزا با روسیه و چین هم به توافق می‌رسد. مذاکره مستقیم با آمریکا تنها راه و امکان تغییر در صورتبندی جدید است. روزنامه حکومتی آفتاب یزد نیز نوشت اخباری که از آمریکا به گوش می‌رسد و پاسخ‌ها و واکنش‌های نظام به این خبرها نشان می‌دهد گره برجام به شدت کور است و چه بسا با تحولات جاری کورتر هم شود. روزنامه حکومتی وطن امروز با غیظ درباره سخنرانی جو بایدن نوشت بایدن در اولین موضع‌گیری رسمی خود درباره ایران نه از بازگشت به برجام گفت و نه از لغو تحریم‌ها. بفرمایید جو. مهدی محمدی مشاور پاسدار قالیباف نیز گفت هدف آمریکا احیای برجام بدون لغو مؤثر تحریم‌ها به منظور استفاده از تحریم‌ها برای مذاکرات موشکی و منطقه‌ای است. ادامه اخبار. اولیویه وران وزیر بهداشت فرانسه گفت صحبت از هر نوع کاهش محدودیت‌های کرونایی بسیار زود هنگام است. او گفت اگرچه فرانسه برخلاف بسیاری کشورها موج سوم کرونا را تجربه نکرد، اما در واقع هرگز به میزان کافی از شدت موج دوم کاسته نشد که بیمارستان‌ها به وضعیت عادی برگردند. هر نوع کاهش محدودیت در حال حاضر کشور را ناچار خواهد کرد که در آینده نزدیک محدودیت‌های شدیدتری اعمال کند. در فرانسه زمان قرنطینه برای کسانی که نتیجه آزمایششان مثبت باشد از یک هفته به 10 روز افزایش یافته است. به گفته مقامات فرانسوی این محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع سریع گونه‌های جدید کرونا در فرانسه اعمال می‌شوند. در حال حاضر 36% موارد ابتلا در فرانسه از گونه جدید انگلیسی هستند و پیش بینی می‌شود که تا پایان فوریه یعنی اوایل اسفند گونه انگلیسی به نوع غالب بیماری در فرانسه تبدیل شود. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آفریقا از 100,000 نفر گذشت. دومین موج کرونا در این قاره بیمارستان‌ها و سیستم‌های بهداشتی کشورها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در کنفرانس G7 که به صورت آنلاین برگزار شد اعلام کرد که انگلستان واکسن‌های مازاد بر مصرف خود را که بالغ بر 200 میلیون دوز می‌شوند از طریق مکانیزم کوآکس در اختیار کشورهای فقیر قرار خواهد داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز اعلام کرد کشورهای اروپایی به تأمین واکسن در کشورهای فقیر کمک خواهند کرد، زیرا تا زمانی که همه جهان واکسینه نشود نمی‌توان پاندمی کرونا را پایان یافته تلقی کرد. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد طی 24 ساعت از 3848 آزمایش انجام شده 1071 نفر معادل 28% مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند و در همین روز طبق آمار رسمی
19 تن از جمله یک پزشک جان خود را از دست دادند. در همین حال پروژه واکسیناسیون در شهر فیر آلبانی با حضور نخست وزیر و وزیر بهداشت آلبانی آغاز شد. فیر از نظر آمار بیماری دومین منطقه فعال در آلبانی محسوب می شود. خبرها را ادامه می دهیم. پاسدار رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی با اعتراف به شرایط انفجاری جامعه گفت مردم به وضع کنونی نیز معترض هستند. می خواهند گرانی و بیکاری نباشد. اشتغال باشد. معضل بیکاری جدی است. بیکاران زیادی در کشور داریم. چرا باید این طور باشد؟ مردم از پایین آمدن قدرت خرید خود ناراضی اند. در یزدان شهر با 1000 تومان نصف تخم مرغ می توان خرید. خب معلوم است مردم ناراضی خواهند بود. پاسدار رضایی با طعنه به آخوند روحانی گفت مردم حق دارند که از وعده های تکراری بدون عمل ناراضی باشند. باید با مردم صادق باشیم. شکاف بین مردم و دولت خطرناک است. روزنامه حکومتی مستقل با هشدار به خطر قیام نوشت بی توجهی به مطالبات و معیشت اقشار فرودست و حاشیه نشین بحران‌های عمیقی به وجود آورده است که یک نمونه مشخص آن همین اعتراضات آبان 98 بود. اما اگر فکری برای کاهش شکاف طبقاتی و تبعیض نشود باید منتظر تعمیق بحران‌ها باشیم. این منبع افسود بحران هم فقط در شکل اعتراضات خیابانی خودش را نشان نمی‌دهد. جدی‌ترین خطری که جامعه ما را از این زاویه تهدید می‌کند احتمال فروپاشی کامل مناسبات اجتماعی در جامعه است. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه 1399 با افزایش 2% نسبت به ماه گذشته به 48.2% رسید. این میزان برای خانواده‌های روستایی 53.6 است. رسانه‌های رژیم از رکورد شکنی تورم پس از یک ربع قرن خبر داده و نوشتند روایت مرکز آمار از نرخ تورم نشان می‌دهد که به احتمال زیاد تورم در پایان سال 1399 به بالاترین میزان ممکن طی 25 سال گذشته خواهد رسید. رژیم آخوندی میزان تورم را 22% اعلام می کند. شاخص بورس در پایان معاملات روز شنبه با افت 5597 واحدی باز هم سقوط کرد و به عدد 1,232,000 تنزل یافت. رسانه حکومتی تجارت نیوز نوشت در ادامه روند نزولی هفته گذشته شاخص کل 0.5% دیگر افت کرد و سهامداران همچنان نگران آینده بورس هستند. در همین حال موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم از تصویب طرح تحقیق و تفحص بورس خبر داد و گفت 50 تن از اعضای مجلس این طرح را امضا کردند. رشد حبابی شاخص علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گران فروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پولها و رانت حاصل است. تشکیمان خامنه ای یک زندانی را در زندان بروجرد اعدام کردند. وی که روز سه‌شنبه 28 بهمن اعدام شد، از سال 97 در زندان به سر می برد. بینندگان عزیز به پایان خبرها رسیدیم. ضمن خداحافظی به مناسبت سالگرد درگذشت آندرانیک آساتوریان، آهنگساز و استاد برجسته موسیقی میهنمان، و عضو شورای ملی مقاومت توجه شما را به پیام رهبر مقاومت در 4 اسفند 1394 جلب می‌کند.